ویدیو برسد به دست این دانش آموز کلاس اولی که حالا احتمالاً 44-45 ساله است. به یاد روزی که به یاری نیمکت چوبی در قاب دوربین جا شد. اگر تو برای خوبمون بشلمی داره، ما فرزندان شهدای بخون خفته هستیم. اول مهر 1365 است و او نماینده دانش آموزان مدرسه محمدیه تهران برای خوش آمد گویی. خوش آمدید به جمع ما. ما خواهش میکنیم در روزهای مبارک امام را زیارت برای سلامتی کیم این عکس که احتمالاً پیشتر از آقای رئیس جمهور وقت دیده اید برای همان مدرسه است. از گپ و گفت آن روز آقای خامنه‌ای و دخترکان عبارت‌هایی در روزنامه‌ها به جا ماند. نقش زنان برای سازندگی، پیروزی در جنگ تحمیلی و مقابله با استکبار جهانی بسیار حساس است. با فرا گرفتن هرچه بیشتر درس‌ها و کوشش بیشتر با استکبار جهانی مبارزه کنید. آنها غیر از درس خواندن برای مبارزه طرحی نو در انداختند. قصه طرحشان داستان پشت این عکس معروف است. کمک به حفظ مرزهای ایران به این شیوه. بچه‌های متعددی پولی که برای خرج تو مدرسه مثلا 1 تومن 2 تومن بهشون داده بودن رو به من دادن برای جنگ به عنوان کمک به جبهه. به چند نفرشون من گفتم که اجازه بدید این پول رو من برگردونم بهتون، شما خودتون خرج کنید، من عوض شما همین مقدار پول برای جبهه بگذارم. چند نفرشون به هیچ وقت قبول نکردن و حاضر نشدن. همونطور که در موارد دیگری هم بچه های کوچک ما سرمشق بزرگترها و رهبر بزرگترها بودن، اینجا هم این بچه کوچک ما باید سرمشق بزرگترها باشه. این کارها که آقای خامنه‌ای را به وجد آورده محصول همین دیدارها بود، توصیه هایی که سالی یکی دو بار به گوش کوچکترها می رسید. دانش آموزان عزیز به عنوان سازندگان فردای کشور باید جسم خود را با ورزش، فکرشان را با درس خواندن و روحشان را با اخلاق و تقوا بسازند تا انشاءالله بتوانند فردای این کشور را بهتر از همیشه تاریخ اداره کنند. چون همان کرده نشتردی شما رو محبت نمی کنم، خیلی هم خود رو به شما یه قدر اینجا می شدید. این فرازها از این مدرسه به آن مدرسه بروز می شد. درس خواندن کار اصلی شماست، اما درس کنار بینش درست، در کنار اندیشه اسلامی عمیق و در کنار روحیات و اخلاقیات صحیح و اسلامی. این چیزی است که به معنای واقعی کلمه شما را برای آینده خواهد ساخت. امروز خودتون رو بسازید، هم جسمتون رو بسازید. حرف از آینده ایران و آینده سازانش ادامه دار شد با یک تفاوت. این بار دانش آموزان بودند که به پای درس معلم می رفتند. من به جوان ها میگم تحصیل، تهذیب، ورزش. تحصیل کنید یعنی نیروی خرد، فکر، مغز، علم در شما تقویت بشه. این مقطع سنی شما ها یک مقطع زرین است، یک مقطع طلایی است. خیلی در این مقطع کارهای بزرگ می شود انجام داد بر روی شخصیت خود، خودسازی. در این کلاس درس هنوز هم باز است. در حسینیه‌ای که هر از چند گاهی اختصاصی برای دانش آموزها قرق می شود. شما مردان فردا، مدیران فردا، فعالان فردا و شخصیت‌های فردایی. فردای این کشور متعلق به شما نوجوانانه. شما هستید که این کشور و این ملت را و این حرکت را، این تاریخ را اداره خواهید کرد. خودتون رو برای اون روز آماده کنید. کشور شما، ایران عزیز شما، زنهای بزرگی داشته در گذشته.
امروز زنهای برجسته ما از گذشته بسیار بیشتره و شما سعی کنید جزو این زنان بشید، درس بخونید، میتونید اثر بگذارید. اینها بچه های همان دانش آموزان دهه شصتی هستند، نویسندگان فصل های بعدی کتاب ایران. زهرای زدخواه، خبرگزاری صدا و سیما.